حضور جاوید رحمان گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران در تجمع مجاهدین خلق و کنش های در شبکه های اجتماعی به دنبال داشته آقای رحمان مریم رجوی رهبر این گروه را رئیس جمهوری منتخب خطاب کرد حالا او در پاسخ به بی, بی سی فارسی گفته که فقط از عنوان سازمانی خانم رجوی استفاده کرده و برای حضور در این نشست پولی نگرفته. انتشار تصاویری از حضور جاوید رحمان گزارشگر سابق ویژه حقوق بشر سازمان ملل در یک نشست سازمان مجاهدین خلق در شبکه اجتماعی واکنش برانگیز شده جاوید رحمان در سخنرانی خودش از مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور منتخب یاد میکنه جاوید رحمان در پاسخ به پرسش های تیتر اول گفت برای حضور در این برنامه پولی از سازمان مجاهدین خلق نگرفته و هدفش از حضور در این نشست دیدار با خانواده قربانیان اعدام زندانیان سیاسی در دهه 60 و به ویژه تابستان 67 بوده آقای رحمان همینطور به تیتر اول گفت منظورش از بکار بردن عبارت رئیس جمهور منتخب یا همون پرزیدنت الکت اشاره به سمت مریم رجوی در سازمان مجاهدین خلق بوده